با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز آخر، سیومین روز از اولین ماه، روز آخر از باب ماست، البته ماه ژانویه 31 روز است، سیومین روز از اولین ماه در 15 سال از سومین هزاره، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. همونطور که وعده کرده بودیم و شما هم یقینا منتظر هستید، گفتگو میکنیم با خانم مینا احدی، فعال سیاسی، عضو حزب کمونیست کارگری. علت حضور ایشون خب طبیعتا خودشه و شخص خود مینا احدیه که بسیار آدم فعالی است و واقعا ما به او بدهکاریم، یعنی اینکه تو این شرایط از اینجور آدم ها خیلی کمن که اینگونه فعال باشه. خانم احدی هفته گذشته در تلویزیون های آلمان، کانال 1 و 2 و اینها، اونایی که در آلمان زندگی میکنن حتما شاهد بودن، برنامه مورگن مگزین رو دیدن و درباره موضوعات مختلف صحبت کردن. من دلم میخواد که اولین سوالم از خانم احدی باشه که خودشون یه توضیحی بدن در مورد حضورشون در این تلویزیون ها و چه مسائلی در تلویزیون ها مطرح شد، و بعد هم به من اجازه بدن که من هم سوالات خودم رو مطرح بکنم. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان علاقمندان سلام بکنم به خانم احدی. خانم خیلی خوش آمدید، درود میفرستم به شما. لطف کنید بفهمید که موضوعات که در تلویزیون های آلمان صحبت کردید پیرامون چه مسائلی بود. خوشحال میشم که بیشتر. خیلی ممنون. بله، من تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم میذارین. امیدوارم که صدام و اینا خوب باشه. و بله، تا اونجایی که به بحث تلویزیون های آلمان برمیگرده، بعد از اینکه در پاریس ترور اتفاق افتاد، ما در کشور آلمان به هر حال یک روز بعد از اون واقعه، من خودم به اسم خودم فراخوان یه تظاهرات در شهر کلن در آلمان رو دادم که خوشبختانه اینطوری بود که یک هنرمند آلمانی هم همون ساعت و همون به اصطلاح محل رو در شهر ما فراخوان داد. و به هر حال ما وقتی همون روز رفتیم دیدیم 300 نفر اومدن به دعوت تقریبا من و یه آقای آلمانی در مقابل کلیسای مرکزی شهر. بعد اونجا تلویزیون VDR خبرنگارش رو فرستاده بود که گزارش لایو و مستقیم تهیه کرد که اونجا با من فقط حرف زدن، یعنی ما مستقیم رفتیم روی خط و در بخش اخبار در استان نوردراین وستفالن VDR با من صحبت کرد. و خب این برنامه رو خیلی ها دیدن و حتی لینک این برنامه رو وقتی گذاشت VDR نزدیک 15,000 نفر این رو نگاه کرده بودن و به اصطلاح خیلی وسیع پخش شده بود. بعد از این اتفاق تلویزیون فونیکس منو دعوت کرد، یکی دو روز بعد بحثی بود از در قسمت فونیکس رونده که اونایی که تو آلمان هستن خب میدونن چی هست. 4 نفر بودیم و در مورد اینکه ما تا که چارلی میمونیم بعد از چارلی ابدو صحبت میکرد و چند نفر رو دعوت کرده بودن. درست اون روزی بود که در شهر برلین تظاهراتی به فراخوان سازمان‌های اسلامی بود و آنجلا مرکل دست در دست رهبر اسلامی ها اونجا با آقای یواخیم گاوک رئیس جمهور آلمان راهپیمایی کردن. در مورد همین مسئله از من نظرم رو پرسیدن، برمانی کسی که سازمان اکس مسلم رو فراخوان دادم و مخالف همکاری با سازمان های اسلامی هستم. در هر حال یه بحث 4 نفره بود، اونم مستقیم از تلویزیون آلمان پخش شد. و بعد در ادامهش خب به هر حال به خاطر اینکه خب میلیون ها نفر میبینن و بحث های تقریبا متفاوتی رو من دارم مطرح میکنم، مورگن مگزین که در آلمان خب میلیون ها نفر واقعا بیننده داره و در شبکه 1 ARD و شبکه 2 ZDF تو آلمان همزمان پخش میشه، منو دعوت کردم 26 یعنی همین هفته دوشنبه من اونجا بودم صبح ساعت 6:50 من با من مصاحبه شد که اونجا هم در مورد پگیدا، یعنی بعدن اگه خواستیم در موردش بیشتر صحبت میکنم، همه اسمش رو شنیدن،
سازمان ها و جریاناتی هستن که در درستن و در شهرهای دیگه تظاهرات فراخوان دادن. در مورد اونا از من نظرم رو پرسید و اینکه چه برخوردی باید کرد و کلن خودم کی هستم و از کجا آمدم و چی فکر میکنم راجع به این اتفاقات در آلمان، که اونم خب به هر حال الانم روی سایت شبکه اول تلویزیون آلمان قابل دسترس هست، یعنی گذاشتن این مصاحبه را. و دو روز بعد از اون به هر حال توی تلویزیون آلمان دوباره توی SWR یعنی تلویزیون مربوط به جنوب آلمان من بودم که 28 شب از ساعت 10 تا 11:45 بحث خیلی مفصلی بود، 4 نفر بودیم در مورد ممنوعیت برقع در آلمان که اونم لایف پخش میشد، ولی توی اون جایی که بود جمعیتی هم بودن، یعنی تعدادی هم دعوت کرده بودن. تلویزیون آلمان نظرسنجی کرد در مورد ممنوعیت برقع در آلمان از روز دوشنبه و اونجا هم نظرسنجی ادامه پیدا کرد. در هر حال در مجموع 69% موافق ممنوعیت برقع هستند تا اونجایی که اون تلویزیون نظرسنجی کرد و بقیه مخالف. ولی به هر حال این هم یکی از برنامه هایی بود که من توش بودم و چهارشنبه همین هفته، یعنی 2-3 روز قبل توی تلویزیون آلمان. بسیار ازت ممنون و متشکرم. ازم بزرگی شما که پرسشم راجب این جریان پیگیدا هست در آلمان، این رو در حقیقت شما به عنوان اکس مسلم شکم میکنی، ولی راسیستا از این داستان بیشتر استفاده میکنن. میخواستم تمایزشو برای من تعریف کنی ببینیم که چجوریه. بله، ما مخالف پیگیدا هستیم. البته پیگیدا مخفف این اسم هست که اینا اسم خودشون رو گذاشتن میهن پرستان آلمانی علیه اسلامی شدن مغرب زمین. و اولین تظاهراتشون در شهر درستن هر هفته یه بار بود، چون که اونا میگفتن سنتاً قبلا هم میخواستن دولت قبلی رو مثلا سرنگون کنن اونجا تو آلمان شرقی. هر دوشنبه ها میرفتن تو خیابون، شعارشون این بود که ما مردم هستیم، یا به آلمانی wir sind Volk. ولی این تظاهرات هایی که الان فراخوان داده میشه، یعنی در شهر درستن، یه دفعه خیلی بزرگ شده و مثلا 17,000 نفر، بعضی وقتا دیگه رسید به 30,000 نفر توی این تظاهرات ها شرکت میکردن و بحث خیلی بزرگی رو دامن زد. تو خارج کشورم، یعنی تو خارج آلمان هم، خیلی ترس و اینکه راسیستا اومدن و اینا بحث های زیادی توی رسانه هاشون مطرح میشد. تا اونجایی که به سازمان اکس مسلم برمیگرده، ما یه سازمانی هستیم در سال 2007 درست شده و مجموعاً کسانی رو در بر میگیره که آتئیست هستن و از کشورهای مثلا اسلام زده اومدن، مثل ایران، عراق، افغانستان، سودان، کسانی که اسلام از اسلام دست کشیدن، و همینطور آلمانی هایی که آتئیست هستن و با ما عضو یا بقیه مردمی که به اصطلاح مذهب ندارن با ما تو این سازمان کار میکنن. سازمان اکس مسلم طبعا منتقد سیاست های دولت آلمان هست در رابطه با همکاری با اسلامی ها، در رابطه با بحث اجازه دادن به اینکه حجاب کودکان اینجا وجود داره، یا خیلی وقتا سازمان های اسلامی یا بعدن خانواده های مسلمان مثلا میگن دختر ما اجازه نداره توی کلاس شنا شرکت کنه و دولت این رو قبول میکنه، یا دختر ما اجازه نداره تو کلاس های مربوط به آموزش روابط جنسی شرکت کنه، یا یه بحث های اینطوری وجود داره که ما در مجموع از زاویه دفاع از سکولاریسم و حقوق بشر و حقوق زنان دخالت میکنیم و برای خودمون یه جریان هستیم تو آلمان. ولی وقتی که پگیدا شروع کرد به فعالیت کردن و ما در جریان بودیم کاملا که برگزار کننده ها، سازمان دهنده ها و کسانی که این جریان را به اصطلاح فراخوان دادن و ارگانیزه کردن، از سازمان های راسیستی، از سازمان های نئونازیستی و شخصیت هاشون آدم های بسیار به اصطلاح دست راستی بودن. به این معنی سازمان اکس مسلم در مقابل این موضع گرفت، اطلاعیه داد، ما رفتیم فراخوان تظاهرات دادیم علیه اونا و به این دلیل من رو به تلویزیون در این حال دعوت میکنن، که ضمن اینکه منتقد اسلام و جنبش اسلامی و سازمان های اسلامی در آلمان هستم، ولی در این حال منتقد راسیسم و سازمان های راسیستی هستیم ما و مخالف پگیدا موضع گرفتیم و به این معنا براشون جالب این موضع گیری و دعوتمون کردن توی نشست ها و دبات های مختلف از جمله مورگن مگزین، چون اینا میگن که یعنی
توجه به این میشه که منتقد به اصطلاح جنبش اسلامی باشی ولی در این حال علیه راسیزم حرکت کنی. اینم اضافه کنم که جنبش پگیدا بعدن حتما خبردار شدین، مثلا اون اصلش که در درستن بود یک مردی به اسم لوتسباخ رئیسشون بود که عکسش پیدا شد که خودش رو به صورت هیتلر در آورده، یعنی واقعا سمپاتی داره به هیتلر و عکس گرفته، این سر و صدای زیادی به پا کرد. خانم اورتل که یکی از مسئولین این سازمان بود الان جدا شده و گفته من یه جریان دیگه رو تشکیل میدم. در این حال پگیدا تو شهرهای دیگه زیاد نفوذ نداشت، مثلا در شهر مارکل در آلمان که اسمشون رو گذاشته بودن کگیدا بیشتر دست راستی ها بودن، یعنی دیگه مردم اونجا نمی رفتن. بیشتر مثلا سازمانی هست به اسم پروکلن در آلمان که خیلی راسیسته و دست راستی، اونا رفتن تو اون تظاهرات و ما از روز اول در مقابلشون بودیم. جهت اطلاع شما، دومین تظاهرات پگیدا در کل یا همون کگیدا 6500 نفر ما بودیم در مقابل اونا و اولین تظاهراتشون چند هزار نفر بودن و کلیسای کل، کلیسای بزرگ شهر ما، زیر فشار مردم امضا جمع شد. 50,000 از کلیسا خواستن که چراغ‌ها را خاموش کنه یه شب. چراغ‌های کلیسا خاموش ماند به اصطلاح با حالت سمبولیک که ما علیه راسیسم هستیم. بسیار ممنونم. عرضم به حضورت که من میخوام یه قضیه بپرسم از وضعیت همین شارلی ابدو. خب بالاخره یه موجی بود، حرکت کرد. این امروز کجا قرار گرفته؟ چجوریه وضعیت در اروپا؟ میدونم که اروپا با آمریکا خیلی متفاوته. اروپا مسائل رو دنبال میکنه. آمریکا این خبر که میاد بعد سریع میره، تموم میشه، میره. یعنی درست همون رفتار میکنن که حالا یکی رو پیدا کنیم، اینو مقصر معلوم کنیم، تموم کنید بره داستان رو. ولی در اروپا اینطور نیست. میخوام ببینم که الان وضعیت چجوریه. بالاخره چجوری راجع به این موضوع حرف میزنن؟ چی میگن؟ حرف آخر چیست؟ به نظر من، من هم قبلنم که به اصطلاح روزنامه یولاند پستن در دانمارک یه دونه کاریکاتور زد، من اون موقع هم تو آلمان زندگی میکردم و خیلی فضای مثلا وحشت ایجاد شده بود. تظاهرات هایی که اسلامی ها میکردن و تهدید هایی که میکردن، مثلا در آلمان اون موقع ما میخواستیم تظاهرات تو خیابون بذاریم در دفاع از آزادی بیان، ولی خیلی ها گفتن نمیشه و شرایطش نیست و اینا. الان در مقایسه با اون موقع به نظر من در مجموع اروپا بسیار بسیار پیشرفته تر، جلوتر برخورد کرد و بسیار میدیدیم که کمتر ترس از به اصطلاح اسلامیا و اینکه ترور کنن و غیره و غیره. بنابراین این تبدیل شد به یه بحث بسیار مهم. در کشوری که من توش زندگی میکنم تقریبا تمام روزنامه ها و رسانه های اصلی و فرعی این کشور عکس کاریکاتور محمد رو زدند روی جلد اول، صفحه اولشون، و دیگه این بحث مطرح نبود که این خطرناکه یا خطرناک نیست. حتی بعضا مثلا خودشون کاریکاتورهای تندتری رو کشیدن تو این فاصله، مثلا کاریکاتورستای آلمانی، و منتشر کردن. به نظر من بحث خیلی رفت جای درست خودش. بحث تو رسانه ها این بود که آیا ما حاضریم آزادی بیان را زیر پا بذاریم به خاطر یه تروریست که دارن آدم میکشن، یا اینکه متحدانه میستیم و دفاع میکنیم از آزادی بیان. خیلی از رسانه ها، خیلی از روزنامه ها، ژورنالیست ها با هم دیگه دست جمعی عکس گرفتن در حالی که مثلا یه مداد دستشون بود به علامت اینکه ما کوتاه نمیایم و می نویسیم، عقایدمون رو مطرح می کنیم، از اسلامی ها نمی ترسیم و انتقاد به مذهب و انتقاد به اسلام رو ادامه میدیم. اتفاقا تو برنامه تلویزیونی که من گفتم فرنیکس رون درفته بودم، تیترش همین بود: تا کی ما چارلی میمونیم؟ و جوابی که به نظر من جامعه آلمانی یا اروپا داره میده اینه که ما میمونیم چارلی و دفاع میکنیم از آزادی بیان. این ترس ریخته الان تو خیلی از رسانه ها. آدم های منتقدی مثل من رو دعوت میکنن. قبلا این کار رو نمی کردم. مثلا من کتابی نوشتم سال 2008 راجع به زندگیم به زبان آلمانی، طبعا با یه نویسنده آلمانی کمک کرد. منو دعوت نمی‌کردن. مثلا یکی دوباره تلویزیون‌های اصلی بعد نامه میومد میگفت خانم مهدی تهدید شدیم، بنابراین میترسیم و این برنامه لغو میشه. یه همچین برخوردی میکردن. الان ولی اینطوری نیست و به نظر من در مجموع میلیون‌ها نفر که رفتن تو خیابون اعتراض کردن، جامعه نشون داد که از آزادی بیان دفاع میکنه، از اسلامیا دیگه مثلا نمیترسه. ضمن اینکه مجموعاً اقدامات امنیتی خیلی زیاد شده توی
به اصطلاح تلویزیون ها، رادیو ها و مراکز مطبوعاتی در آلمان، ولی به نظر من جامعه موند روی این خط و داره ادامه میده. ولی خوبیست. عرضم به حضور شما که ولی تو همین موضوع و صحبت پیرامون این مسئله حرف بسر اینه که خب بالاخره این علا خصوص در فرانسه که این خارجی ها در شرایط بدی قرار میگیرن، مثلا در استرالیا الان میبینیم که چه فضاحتی اونجا وجود داره، اینا رو بردن توی جزایر متروکه ولیشون کردن، مریضن، رسیدگی نمی کنن و آدم ها ایرانی تیغ میخوره، یعنی وضعیت پناهنده ها بده به هر حال، و علی خصوص در اروپا و علی خصوص در فرانسه این ماجرا خیلی پررنگه و عده‌ای معتقدن این به خاطر این در حقیقت فقر و این شکاف طبقاتی که وجود داره و اینکه اینها انتگره نمیشن، توی جامعه حل نمیشن، و درسته که حتی اینا نسل سومشون هستن ولی همچنان توی گدوها زندگی میکنن. خب الان ما میبینیم که در یونان یه اتفاقی افتاده، یعنی اینکه چپهای به قول خودشون رادیکال قدرت رو به دست گرفتن. دیروز با آقای عرفانی صحبت میکردم، آقای کوروش عرفانی، او خوشحال بود از این بابت و میگفت شاید این تأثیر بذاره در کشورهای جنوب اروپا مثل وضعیت پرتغال، مثل اسپانیا اینا، و یواش یواش دوباره این داستان شکلش عوض شد. میخواستم ببینم که شما چی فکر میکنید و رسانه ها راجع به این وضعیت که در یونان اتفاق افتاده چی میگن، بازتابش چیه به نظر شخص شما؟ بله مهمتر. بله بله، تا اونجایی که به بحث اسلامی ها و جذب جوانان و مسئله گتوسازی، فقر و رفتار راسیستی تو جوامع اروپایی برمیگرده، به نظر من یه واقعیت وجود داره و اونم اینه که دولت های اروپایی، آلمان، فرانسه، غیره و غیره، همه خب سیاست های راسیستی در برخوردشون به کسانی که مثلا پناهنده میشن یا مهاجر میشن وجود داره و اساسا از همین موضع برخورد میکنن که نیروی کار میاد، باید به اصطلاح اینا متخصص باشن و بتونن به اقتصاد ما کمک بکنن، و اگر پناهنده میاد یا کسانی مثلا خانواده های از سوریه و اینا اومدن، برای یه دوره تحت فشار افکار عمومی یه ذره کمک میکنن، ولی در مجموع همه چیز تو این نظام کالاییه و اینطوری برخورد میشه به آدم ها. خیلی وقتا مثلا برای پناهندگان سالهای سال باید منتظر بمونن، نمیدونن توی هایمایی که شرایط بسیار سختی داره زندگی میکنن. همه اینا به نظر من یه واقعیته، ولی من تو تلویزیون آلمانم همین بحثی که یکی از تلویزیون رفته بودم گفتم، فشار، فقر، نابرابری آدم ها نمیکشونه تروریست بشه، آدم رو میکشونه طرفدار چگوارا بشه. خیلی وقتا سنت و جامعه اینطوری بوده که چپ میشن مردم، مخالفت میکنن با سیستم و میان تو خیابون و از آزادی، برابری، از حرمت انسانی دفاع میکنن. چیزی که داره اتفاق میفته مثلا در فرانسه یا آلمان، بخش کوچیکی از مثلا جوونا جذب سازمانهای تروریستی افراطی اسلامی میشن، برای اینکه خود اون سازمانها وجود دارن فعالیت میکنن، جواب بعضی مسائل به نظر خودشون دارن میدن. بنابراین من شخصا طرفدار اینم که نباید به اصطلاح فاکتور سازمانهای اسلامی، جنبش اسلامی، رابطه اینا با دولتهای اسلامی و تروریسم اسلامی رو، اسلامیسم رو باید در نظر گرفت و گفت که اینا به اصطلاح سعی میکنن کار کنن، جذب کنن از بین کسانی که منتقدن، ناراحتن یا به بنبست رسیدن یا هرچی. اون یه بحث دیگه است. ولی تا اونجایی که به بحث یونان برمیگرده، منم بسیار خوشحالم به عنوان کسی که خودم کمونیستم، چپم، با حزب کمونیست کارگری فعالیت میکنم و تفکر و دیدگاه هم این هست که جامعه و دنیا به اصطلاح به جایی الان رسیده که واقعا سیستم و نظام سرمایه‌داری به بنبست رسیده و ما مشکلات و مسائل عدیده رو الان باهاش طرف هستیم، ولی مردم در مجموع دارن مبارزه میکنن و همیشه یه فشاری میارن به این سیستم، به دولت‌ها، و بعد دوباره عقب نشینی میکنن تحت فشار. یعنی اتفاقاتی که فرضاً در چند سال اخیر افتاده به نظر من همش ناامید کننده و منفی نیست. 99% ها اومدن تو خیابون، تو خود آمریکا، تو اروپا، بعد در مصر انقلابی شد، در کشورهای مختلف، در خود ایران سال 88 مردم اومدن تو خیابون، ولی به هر حال سرکوبشون میکنن، پس میرانن مردم رو. و مثلا الان ما سال 2014 همش خبرهای بد شنیدیم، همش اتفاقات ناراحت کننده، ظهور داعش و غیره و غیره. الان یه دفعه میبینیم در یونان
که در اروپا به هر حال بحران اقتصادی هست، همه میدونن، یونان مثلا مغروزه، میدونن سیاستی که دولت آلمان یا اتحادیه اروپا داره راجبش همه روشنه، تو آلمان خیلی راجبش بحث میکنن و فشاری که اینا دارن میارن به مردم، هی میگن صرفه جویی کنید، صرفه جویی کنید، نمیدونم، این اتفاقات به هر حال جلوی چشم هممون داره پیش میاد. بعد یه دفعه مردم میریزن تو یه انتخاباتی به چپ ها رای میدن، به قول این مثلا توی اروپا این جماعت در اروپا مثلا یا رسانه های اروپا میگن رادیکال های چپ. به هر حال چپ اونجا رای میاره و کسی که به مثلا به قدرت میرسه فوری میره یه روز بعدش میره بر مزار کمونیستا ادای احترام میکنه. اینا چیزایی هست که تو این دنیا و در رسانه هایی که همیشه سعی کردن کمونیستا را با استالین برابر قرار بدن، سرکوب کنن یا اصلا امکان ابراز وجود را از چپ ها بگیرن، یه دفعه یه اتفاق خیلی عجیبه. بنابراین من برای خودم، یعنی خودم خوشحالم از این اتفاق و فکر میکنم میتونه یه افقی رو باز کنه جلوی چشم مردم در اروپا، میتونه به چپ حرمت بده، میتونه کمک کنه به اینکه مردم ببینن یه راه حل دیگه‌ای وجود داره. و الان مثلا تا اونجایی که به آلمان برمیگرده، همین امروز یک بحثی رو دیدم که نماینده حزب چپ آقای گیزی رو دعوت کرده بودن به اضافه چند نفر از کسانی که بالاخره طرفداری میکنن از سیاست دولت آلمان و خانم مرکل. بحث دقیقا در مورد همین بود، چه برخوردی باید کرد، چه جوابی باید داد و چپ ها چطوری به قدرت رسیدن. حزب چپ در آلمان بلافاصله بعد از اینکه چپ در یونان برنده شد جشن گرفت و من این رو به اصطلاح پسندیدم، یعنی به نظر من باید جشن گرفت به خاطر پیروزی که چپ ها در یونان به دست آوردن. یعنی ادامه رو چجوری میبینید؟ در حقیقت سوال من این بود که ادامه راه رو چجوری میبینید؟ آیا این میتونه یه اتفاقی بیفته و در مقابل این بنبستی که از نظر شما به عنوان بنبست نظام سرمایه وجود داره، آیا میتونه یه تحولی ایجاد کنه یا فقط یک نسیمی است در یه شرایط موجود و دوباره این فروکش خواهد کرد؟ چجوری میبینی صحنه رو؟ ادامه داره یا فقط یک عکس العمل فعلا؟ من شخصا فکر میکنم که یعنی میتونم خودم جای جریانی بذارم الان که در یونان به قدرت رسیده، جای افرادی بذارم که الان در مقابل رسانه ها قرار میگیرن و دارن جواب میدن. یه وضعیت به نظر من پیچیده و سختی الان اونا باهاش مواجه خواهند شد و بلافاصله اتحادیه اروپا نیروهای متضاد وارد صحنه شدن و دارن نظر میدن و سیاست های خودشون رو مطرح میکنن. نکته اصلی این هست که خود این واقعه در خود به هر حال یه پیروزیه و یه افقه و یه امیدی رو در اروپا داره نشون میده، ضمن این که خب خیلی از صاحب نظران در اروپا هم دارن میگن که آیا این یه اتفاق تاریخیه، آیا این ادامه پیدا خواهد کرد، آیا به کشورهای دیگه سرایت خواهد کرد، که به نظر من به هر حال یه بیگ بنگ، یه اتفاق بزرگ بود که توجه خیلی ها رو به خودش جلب خواهد کرد و مردم میتونن مثلا در مقابل انتخاب هایی که در مقابلشون هست، اینکه به فقر و فلاکت تن بدن، اینکه به بیکاری تن بدن، اینکه سرکوب را قبول کنن و به هر حال به ناامیدی گرایش پیدا کنن یا اینکه بیان مبارزه کنن، متحد بشن، یه جریان دیگر رو انتخاب کنن. تا اونجایی که به انتخابات ها در اروپا برمیگرده، به هر حال در خود یه موفقیت و یه افق رو نمایندگی میکنه. منتها مهم همینه که از این به بعدش قرار، منظورم یونانه، در یونان چه اتفاقی بیفته. طبعا به اصطلاح من فکر میکنم فشار از اتحادیه اروپا خواهد رفت و از همین حالا شروع شده که دوباره به اصطلاح ریاضت اقتصادی و به سیاست ریاضت اقتصادی ادامه بدید، دوباره نمیدونم یه سری دستورالعمل ها رو در دستورشون قرار خواهند داد، ولی اونا هم دارن یه بحثای دیگه رو مطرح میکنن، اینکه کرپسیون وجود داره در اون کشور، اینکه میلیونرهای معدودی به اصطلاح تمام ثروت اون جامعه دستشونه، چگونه میشه با این مسئله برخورد کرد. و مجموعاً به نظر من بحثای اساسی که جامعه در مقابلش داره رو دارن عمومی و علنی مطرح میکنن و مردم میتونن توش دخالت کنن. من تنها میتونم بگم امیدوارم که بتونن با استفاده از سازمان دادن به مردم، با استفاده از اینکه رأی آوردن، سیاست هایی رو پیش ببرن که در جهت بهبود اوضاع مردم باشه، در جهت بیرون اومدن از این فضا باشه، و این خیلی کمک خواهد کرد برای اینکه مردمی که در دنیا ناظر و شاهد این واقعه هستن ببینن چپ هایی که به قدرت میرسن عاقلن،
میتونن زندگی مردم رو بهبود ببخشن، اون تصویری که وجود داره فقط شعار میدن و میان و خراب میکنن و درست کردن و بلد نیستن و اینا رو، این تصویر رو عوض بکنن. طبعا اوضاع خیلی پیچیده است، منم اینو کاملا میفهمم، نیروهای مختلفی روشون همطور که گفتم تأثیر خواهد گذاشت، فشارهای مختلفی از اتحادیه اروپا مشخصا معطوف خواهد شد، ولی نفس اینکه مردم بهشون رأی دادن یک کارت برنده است در دست اونا و میتونه اوضاع به طرف بهبود بره در کشور یونان. ولی تا اونجا که در مجموع، مثلا اگه سوال در مجموع هم این هست که افق و آینده اروپا، مردم ایران چی خواهد شد، به نظر من در این حال میشه این رو گفت که همه جا نظام سرمایه‌داری، سیستمی که سر کار هست، فقط از موضع اینکه هی بچاپه و پول بیشتر و ثروت بیشتری انبار کنه داره فونکسیون میکنه و الان همه مردم دنیا به خاطر اینترنت، به خاطر ارتباطاتی که وجود داره میفهمن که واقعا 1% کل تو کل دنیا 1% ثروت بسیار عظیمی رو دست خودشون گرفتن و 99% یا در شرایط مثلا بخور و نمیر یا یه ذره بهتر زندگی میکنن یا در فقر مطلق. و این وضعیت ادامه دار نیست. الان تو کشور آلمان هم بحثا همینه. مارکس درست میگفت سیستم اقتصادی سرمایه‌داری به بن‌بست میخوره، به بحران‌های ادواری دوچار میشه. راه حل چیه؟ خب طبعا اینا سعی میکنن راه حل‌هایی پیدا کنن که سیستم به هم نخوره، ولی به نظر من یه روزی بالاخره این سوال در مقابل همه بشریت قرار خواهد گرفت که مردم به دنیا نیومدن که نیروی کارشون رو بفروشن که یه عده از قبل کار اونا فربه بشن و به اصطلاح ثروت‌های افسانه‌ای رو کنار بذارن و بشینن زندگی کنن. مردم به دنیا، همه به دنیا اومدن برای اینکه لذت ببرن، زندگی کنن، زندگی رو کشف کنن، نمیدونم از مجموعه نعماتی که وجود داره استفاده بکنن و دیر یا زود این مردم به حق خودشون رو از حلقوم سرمایه‌دار، از حلقوم استثمارگرا بیرون خواهند آورد، به خاطر اینکه دنیا داره به طرف پیشرفت، به طرف مدرنیته، به طرف ارتباطات بیشتر پیش میره و این شانس چپ رو زیاد میکنه. من شخصا طرفدار چپ هایی هستم که عاقلن، اوضاع رو میفهمن، برای بهبود زندگی مردم، برای تغییر اساسی در زندگی مردم دارن فعالیت میکنن. خودم رو به این صف متعلق میدونم و معتقدم در ایران مثلا اگه حکومت دست آدمای مثل ما بیفته، اوضاع زندگی مردم بسیار بهتر خواهد شد. مثلا ما از بهداشت مجانی، از وسایل نقلیه مجانی، از نمیدونم اوضاع زندگی بهتر برای مردم دفاع میکنیم. این امکان پذیر الان و میشه این رو اجرا کرد و امیدوارم دوستان ما در یونان بتونن قدمی زندگی مردم رو به طرف بهبود و به اصطلاح آسایش و رفاه بیشتر پیش ببرن. این کمک خواهد کرد به ما چپ‌ها و به اصطلاح نفوذ بیشتر ما چپ‌ها در دنیا و از جمله در ایران. در حال ما همه آرزوی به قول منصور حکمت دنیای بهتر رو شاهد باشیم و همه به سمت دنیای بهتر حرکت کنیم. بگردیم به موضوع مصاحبه های شما. آیا در مصاحبه هایی که میکردی موضوع ایران هم مطرح میشد؟ مثلا رفتن این خانم معاون وزارت خارجه به ایران هم توی موضوع ها بود یا اینکه نه رو اصلا راجع به اونها حرفی زده نشد؟ چجوری بود؟ بفهم. ببخشید. نه تا اونجایی که به بحث های این مدت برمیگرده، نه رفتن خانم کلادیا روت به ایران مطرح نبود توی مصاحبه هایی که من کردم. ولی به نظر من این یه موضوع بسیار مهمه و خود به اصطلاح فشارها و اعتراضاتی که به خصوص ایرانی ها در شبکه های اجتماعی در آلمان انجام دادن باعث شده که مثلا دویچه وله وقتی با کلادیا رو حرف میزنه ازش بپرسه و بگه انتقادات زیادی به شما مطرح شده. طبعا خانم روت هی داره توجیه میکنه و به نظر من این تفکر مسئله هست که خیلی کمک کرده به ادامه یه دوام و بقای جمهوری اسلامی. و خانم روت خودش متعلق به حزب چپ، به حزب سبز در آلمان هست، همونایی که میخواستن کنفرانس برلین سازمان بدن، همونایی که همیشه از این دفاع کردن که یه بخش از حکومت داره رفرم میکنه، بنابراین از کل حکومت اسلامی دفاع کنید و ساکت بشید و حرف نزنید. و خود ایشون کسی هست که در آلمان یه عکسش پخش شد که با سفیر جمهوری اسلامی داشت، اینقدر باهاش دوست و صمیمیه که دست میدادن به هم دیگه به حالتی که مثلا یه اتفاقی میفته، آدم های جوان به هم دیگه یه دست میزنن، نمیدونم اسمش حالا چی هست، به این حالت. و این عکس
پخش شد توی شبکه های اجتماعی، توی روزنامه های آلمان انتقادات بسیار گسترده‌ای رو به دنبال داشت. همین الان از خانم رود پرسیدن که خب اون چند روزی که شما اونجا بودی 10 نفر اعدام شد توی این فاصله، شما چی کار کردین؟ و بلافاصله میگه که آقای روحانی ربطی نداره به اعدام ها در ایران و قوه قضایی مستقل، ما باید سعی کنیم یه کاری بکنیم که بعدن دوباره رفرمیست ها در ایران رای بیارن، قوه قضایی هم دستشون بیافته انشالله مثلا 50 سال دیگه و اوضاع ذره بهتر بشه. به نظر من واقعا بی‌شرمانه است این نوع برخورد کردن و این نوع حرف زدن. یعنی من شخصا به عنوان کسی که در آلمان زندگی میکنم، با همین کلادیا رو یکی دو بار تو جلسات سخنرانی، اون سخنران بوده منم سخنران بودم و همیشه به دعوا کشیده کارمون، شدیداً محکوم میکنم رفتار کلادیا روت رو، رفتنش رو به ایران، به اصطلاح دفاعش از فاشیسم اسلامی رو، دفاعش از حکومت اسلامی ایران رو. و من خودم یه مطلبی نوشتم در آلمان، گفتم دستای خانم روت خونینه. یعنی وقتی داره میگه که اونجا میگه من رفتم از اعدام ریحانه جباری پرسیدم و انتقاد کردم، اگه جلوی چشم من بیاد خانم روت روبروش باشم اینو میگم که به دستات نگاه کن، حتی خون ریحانه بهش چسبیده، به خاطر اینکه شما کسی هستی که از حکومت اسلامی دفاع کردی، همیشه ازش دفاع کردی، همیشه گفتی قابل رفرمه، همیشه خاک به چشم مردم پاشیدی، گفتی یه عده‌شون بهتر از اون یکی هستن، باید باشون دیالوگ کنیم که انشالله تمام حکومت دست به اصلاح طلبا بیفته. این بخشی از ماجرا بوده همیشه و کمک کرده به اینکه حکومت اسلامی دوام و بقا پیدا کنه و روحانی از زیر بار فشار انتقاد و نمیدونم حمله و فلان کنار کشیده بشه که بعدن مثلا اوضاع بهتر میشه. در هر حال ولی تا اونجایی که به تلویزیون های آلمان برمیگرده راجع به این مسائل حرف نمیزنن. حتی سفر کلادیا روت به ایران خیلی منعکس نشد در رسانه های آلمانی و اینکه بعدش هم برگشت بهش انتقاد کرده بودن، نمیدونم حتی بعد و بیراه بهش گفته بود سایت فارس و اینا، چیزی منعکس نشد در آلمان. خب بالاخره بعد واقع بین باشیم، یعنی اگه بخوایم نگاه دیگه ای داشته باشیم، اینه که این آدما که در مثلا همین خانم رود که در آلمان زندگی میکنه نهایتا یه آلمانیه، یعنی با یه جوری دیگه بزرگ شده، یه جوری دیگه تو خانوادهش بوده، تو مدرسه شون همش متفاوته با شرایط ما، و اون فکر میکنه که مثلا چون که در آلمانه و قدرت مردم رو در آلمان میبینه. و مثال دیگه برات بزنم، یه وقتی بچه تو همین جریان 88 وقتی این صحنه ها رو تلویزیون نشون میداد به مادرش گفته بود خب اینا چرا نمیرن به پلیس شکایت بکنن. خب یعنی اینکه اون فضا این گونه است که این فکر میکنه که پلیس مثلا بایستی در خدمت مردم باشه و در حقیقت مجری قانون باشه، در حالی که تو اون فضا هم چیزی نیست. شاید اینا از و علت اینکه اینا این گونه نگاه میکنن به این مربوطه. و دوم مسئله اینه که خب یه لابی گردن کلفت پولدار هم جمهوری اسلامی داره که مرتب فعالیت میکنه، الان سر همین ماجرای کنگره آمریکا و نمیدونم سناتورها و اینا که الان اینا ذره گفتن که حالا دست نگه داریم یه دو ماه دیگه بریم دوباره راجب شرف بزنیم، الان مثلا خب لابیای جمهوری اسلامی تریتای پارسی و اینا و هم تیوت میکنن، جشن شادی گرفتن و به حال. ولی ما هم در این داستان به نظرم کم کار میکنیم. فکر نمیکنی اینطوری باشه؟ یعنی یه قدری ما مقصر باشیم، چون میگم اونا یه فرهنگ دیگه دارن شاید نمیشناسن و ما باید اینا رو یواش یواش به اینا نشون بدیم که این گونه نیست و این کار سختیه، کار آسونی هم نیست. خواستم اینو برام بگی. نه من فکر نمی کنم که اونا نمیشناسن یا چون آلمانی هستن، چون تو همین آلمان هم خیلی آلمانی ها هستن که مخالف جمهوری اسلامی و مخالف سیاست همین دولت یا حزب سبز هستن. نه آخه سوال اینه که خب یه آلمانیه تو آلمان بزرگ شده، مثلا تو آلمان هیچ کس حتی یه مورچه رو نمیکشه، یعنی یه فرهنگی وجود داره، احترام به انسان در وهله اول، بعد حتی در رابطه با حیوانات. و خود اینا حزب سبز آلمان هستن که همیشه از چهار دست و پای دفاع از نمیدونم حقوق بشر و این چیزا میان پایین. ولی من سوالم اینه که کسی که در آلمان بزرگ شده میره ایران و همون روزا میشنوه 10 نفر و 3 نفر رو تو خیابون و 7 نفر رو تو زندان اعدام کردن، خب مو بر تنش باید راست بشه. این باید برگرده بگه من دارم چیکار میکنم؟ 10 نفر آدمو کشتن، نه فقط 10 نفر رو،
هزار نفر رو کشتن و من میرم در مقابل اونا دولاراس میشم، این چیه؟ یا اینکه زنی که در آلمان بزرگ شده و خود کلادیا رات مثلا فمینیست هست و از حقوق زنا دفاع میکنه و اینا، میره درست در ایرانی که زنا با به جان خریدن نمیدونم هزار تا مشکل حجاب پرت میکنن و مثلا عکسشون رو میفرستن خارج کشور که این عکس رو بزنید من مخالف حجاب هستم، بعد این روسری سرش میکنه میره اونجا و هدیه میگیره از نمیدونم معصومه ابتکار، بعد با لبخند کریهی یه کیف دست باف نمیدونم چی ایرانی بهش میدن یا فلان، هدیه ها رو میگیره. خب این چه رفتاریه؟ یعنی به نظر من بحث در مورد این نیست که فرهنگ رو نمیشناسه یا مردم رو نمیشناسه یا خودش یه جوریه، بحث در مورد سیاسته. سیاست دولت آلمان در مجموع این هست که سالهای ساله ما با دولت با جمهوری اسلامی ایران دادستد اقتصادی میکنیم، چشممونو میبندیم به وقایعی که میفته. از جمله مثلا من تو آلمان خب سالهای سال زندگی کردم، مبارزه کردم و بارها رفتم پارلمان آلمان مثلا در مورد سنگسار، در مورد اعدامها، و همیشه اینا مثلا در نهایت میگن که آره یه انتقادی میکنیم، همینم گفته پشت درهای بسته بهشون انتقاد کردیم، این بیشتر برای ساکت کردن بقیه هست. به نظر من در این حال لابی های بزرگی داره جمهوری اسلامی در آلمان. آلمان کشور مهمیه. خود یوشکا فیشر که یه دوره وزیر امور خارجه بود و از حزب سبزه، الان دیگه خیلی خبراش اومده بیرون، دوره برش پر از لابی های جمهوری اسلامیه که دفاع میکنن و اونا همشون توی همین به اصطلاح حزب سبزن و دوستای رفیقای جونجونی خانم کلادیا روت، که الان که کلادیا روت رفته ایران و ایرانیا خشم دیدن در آلمان انتقاد میکنند، حتی توی فیسبوک میگن خجالت بکش توف بر این سیاست، یه چیزای اینجوری مینویسن. خب دوستان و اطرافیانش ساکت شدن، چیزی نمیگن، ولی به هر حال منظورم سر اینه که این اتفاقات سیاسی مبتنی بر تصمیمات سیاسی هست و روابط منافع اقتصادی سیاسی دولت آلمان، منافع اقتصادی سیاسی این احزاب و در این حال لابی های جمهوری اسلامی، و جلوی صحنه هدیه اینطوری بهش میدن، پشت صحنه معلوم نیست چی بهشون میدن و این سیاست ها را پیش میبرن. مقصودم اینه که میفهمم که شما چی میگی، امیدوارم برای مطالب منم برای شما همونقدر مفهوم باشه که مطالب شما برای من مفهومه. من میخوام بگم که درست میگی، مثلا خب پدرزن اونجا وجود داره، یعنی پدرزن آقای یوشکا فیشر، آقای براتیه، بله. و همه دوستانش اونجا هستن. بله. و من دیگه نمیخواستم خیلی واضح. نه دیگه، ما همیشه داستان پدرزن اینجا تعریف میکنیم. پدرزن خیلی شخصیت مهمیه و حتی یه بار با خانم بغرات نشسته بود و مثال میزد که آقا خیلی فاجعه بود، میگفت حکومتایی که به سمت بحران و فروپاشی میرن دست به سوی اپوزیسیون همسو میکنن، ما باید برای اون روز آماده باشیم، و خودشو به عنوان اپوزیسیون همسو معرفی میکنه. این جمهوری خواهان در آلمان بخشن و در سایر نقاط این طیف فرخ نگهدار در حقیقت، و مشکل ما هم در حقیقت همین بخش ایرانیایی هستن که بعدها با اینا ارتباط دارن. شما اشاره میکنی که توی جلساتی با این خانم روت بودی، توی پنل هایی بودی که ایشون هم بوده، و اختلاف شما در حقیقت چی بود؟ مثلا این پاسخ او به شما چیست؟ یعنی سوال شما چی بوده، پاسخ او به شما چی بوده؟ یه قدری اگه راجعش حرف بزنی ممنون میشم. بله. یه بار در یه پنلی بودیم در مورد مسئله پناهندگی و خانم رویا مصیبی، خانمی بود در آلمان که میخواست پناهنده بشه و پلیس آلمان با زور و خشونت میخواست اون عکس با حجاب بگیره، یعنی ایشون قبول نکرده بود و درگیری پیش اومد. خلاصه یه کمپین بزرگی من گذاشتم در آلمان برای پناهندگی زنان از کشورهای اسلامی از جمله از ایران، و گفتم که من سیاستی که فکر میکردم درسته، نمیگفتم از زنایی که از ایران یا از دست اسلامی ها فرار میکنن اصلا نباید بپرسید برای چی اومدن، به خاطر اینکه اینا اصلا آدم حساب نمیشن اونجا، و بعد شما اینجا میخواید حجاب سرشون میکنید. به هر حال این داستان خیلی در آلمان سر و صدا کرد و من تو پنلی در شهر نورنبرگ با خانم کلادیا روت در مورد همین مسئله شرکت کردم. دوباره بحث در همونجا کشیده شد به همین که آیا جمهوری اسلامی فاشیسته یا نیست، آیا رفرم امکان پذیر هست یا نیست، و خیلی بحث تندی اونجا ما با هم دیگه داشتیم. در این حال در شهر کلن در آلمان خود کلادیا روت نبود، ولی یکی دیگه از مسئولین حزب
سبز که تقریبا هم ردیف با خانم روت هست و اتفاقا آقای براتی هم اونجا توی سینمایی در شهر مادرکل فیلم سنگسار سریا میم رو نشون دادن و منو هم دعوت کرده بودن اونجا که بالاخره صاحب خونه به اصطلاح حزب سبز بود و فیلم نشون داده شد به خیر و خوشی. بعد ما رفتیم روی سن و بحث شروع شد، دیگه خیلی بحث تند و داغی بود تا اونجایی که به این بحث برمیگرده که همین بحثا رو آقای براتی هم اونجا میکرد که باید نمیدونم امیدوار بود و نمیدونم اوضاع عوض میشه و از این حرفا. و خب طبعا من خیلی بحث تندی داشتم، این دیگه بحث در مقابل حزب سبز آلمان بود. ما در مورد سنگسار داشتیم بحث میکردیم و اونا کماکان از اینکه جمهوری اسلامی میتونه رفرم بشه، از اینکه نباید انقلاب تو ایران اتفاق بیفته، از اینکه این حکومت رو میشه یواش یواش بهتر کرد، ارتباط باید با این حکومت داشت دفاع میکردن. جلسه طوری بود که دیگه با یه حالت تلخی و ناراحتی تموم شد، به خاطر اینکه فوق‌العاده اختلاف نظر من با اون دو نفری که توی اون پنل بودن شدید و زیاد بود و طوری که بعد از اینکه جلسه تمام شد یعنی واقعا مثلا یه خداحافظی خیلی سردی با هم دیگه کردیم و رفتیم. ولی ما در این حال در آلمان به هم دیگه خیلی میرسیم، من و حزب سبز. یکی دیگه از اختلافاتی که من با حزب سبز دارم همینجا تو آلمان اینه که اینا دفاع میکنن از همکاری با سازمانهای اسلامی. اینجا نگاه کنید، دولت آلمان میگه 4 میلیون یا 5 میلیون مسلمان توی این کشور زندگی میکنن که ما مخالفیم. میگیم چرا میگید مسلمان؟ 4 میلیون انسان، بعضی هاشون مسلمان هم، بعضی هاشون مسیحی هم، بعضی هاشون آتئیست هم. دولت ولی عمد داره با گفتن این، میگه اینا 5 میلیون مسلمان هم و سازمان های اسلامی نماینده اینا هستن. بعد با سازمان های اسلامی کنفرانس اسلام سازمان میدن، میرن میشینن و این میگن آرامشون میکنیم، بهشون کمک میکنیم که مسلمان ها را به راه راست هدایت کنن، آروم نگه دارن تو این جامعه. حزب سبز مشخصا از این سیاست دفاع میکنه، از مالتی کالترالیزم دفاع میکنه، از اینکه شما برید بگید برقع باید ممنوع بشه. الان حرف زده نماینده حزب سبز، گفته این راسیستیه. یعنی از هر جهت نگاه کنید ارتجاعی برخورد میکنه حزب سبز به نظر من، تا اونجایی که به بحث اسلام، اسلامی ها، حکومت اسلامی، مردم در آلمان برمیگرده. حزب سبز به نظر من واقعا رفتاری کرده که من مثلا این اتیکت دفاع از حقوق بشر رو از سینه اینا پاره میکنم، در میارم میندازم زمین. چطور میتونید از حقوق انسان دفاع کنید و برید با سفیر جمهوری اسلامی هر کنید و دست دوستی بهشون بدید؟ چطور میتونید از حقوق بشر حرف بزنید و اینجا مثلا بر علیه حجاب کودکان نباشید، بر علیه رفتار سازمان های اسلامی نباشید؟ برید خیلی بیشتر به خاطر اینکه رأی بیارن دست میدن به سازمان های اسلامی، نمیدونم زنان محجبه را دعوت میکنن، خود کلادیا رات روسری سرش میذاره میره مسجد. این کل سیاست این حزب هست تا اونجایی که به مسائل در داخل آلمان هم برمیگرده. ولی تا اونجایی که به ایران برمیگرده، همونطوری که گفتم اونا منو میشناسن، ما با هم تند در مقابل هم دیگه قرار گرفتیم بارها و بارها. و بحث اصلی من مثلا همین الان با کلادیا رات اینه که چرا روسری سرت کردی رفتی؟ این توهین به زنانی که هست که در ایران دارن مبارزه میکنن. چرا دست دوستی به جمهوری اسلامی میدی؟ چرا میرید با اونا مذاکره میکنید؟ یک کلمه راجع به اعدام‌ها حرف نمیزنید؟ چرا همیشه این خاک رو به چشم مردم میپاشید که یه بخش حکومت خوبن یه بخش بدن، انشالله اون بخش بد مزمحل میشن، بخش خوب جلو میره؟ پس نباید از مبارزات به اصطلاح حرف زد، از مبارزات مردم در ایران دفاع کرد، به خصوص از چپ‌ها در ایران دفاع کرد؟ اینا چیزاییه که اختلافات اساسی من با حزب سبز و خانم کلادیا رات هست. نمازت سپاسگزارم. دوستانی که از طریق رادیو و یا احیانا تلفن برنامه رو دنبال میکنن، برشون برسونم که گفتگو میکنیم با خانم مینا احدی. بعد هم اگر تمایل داشته باشید میتونید با تلفن 703-310-70-50 یا 703-774-3243 با ما تماس بگیرید. تلفن 818-286-3990 هم هست، اگر تمایل داشتید میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید. موضوع بخش دوم برنامه رو اختصاص بدیم به موضوعات درون ایران و این در حقیقت وضعیتی که وجود داره. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که 10,000 میلیارد نمیدونم کسری بودجه داره. قیمت نفت روز به روز داره پایین میره و
به حال مشکلات عدیده وجود داره براشون. موضوع هسته‌ای هست، موضوع مذاکرات هسته‌ای هست و یواش یواش توی این مذاکرات ظاهراً موضوعات حقوق بشری هم داره مطرح میشه و به حال سفر آقای اوباما به نمیدونم عربستان هم گفتن موضوعش ایران بوده و عربستان همچنان با اوباما بر سر سیاستش اختلاف داره. همین هایی که نگاه میکنیم میریم داخل ایران، داخل ایران معلم ها اعتراض دارن، اعتصاب کردن، در اهواز براخره رفتن خونه های مردم رو خراب کنن توی شهرکی که همه اون شهرک غیرقانونی بوده، رفتن یه خونه رو خراب کنن، جلوش وایستدن، راننده لودره کشته شده، چند تا پاسبان زخمی شدن، پلیس زخمی شده. در سیستان و بلوچستان مرتب این داستان رو میشنویم، در شهرهای مختلف هست، موضوع دراویش هست، موضوع اون حلقه عرفان هست، رفتن اونجا اعتراض کردن. میخوام این مجموعه رو که در نظر میگیریم خب نشون میده که اون زیر یه قلیانی هست، دولت هم ناتوانه و میگفتش که در حقیقت اون تعریف کلاسیکی نستش که بالایی ها نتوانی هن و زیری ها هم نخواهن، ولی باید یه موتوری باشه که این رو از نقطه آ به نقطه ب ببره. بنابراین باید در حرکت ما به سمت این باشه که اون موتور رو به وجود بیاریم. تو این زمینه فهم میکنی که چه باید کرد، چه باید کردش چیه، چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ طبعا همونطور که شما هم اشاره کردین، ما در مورد ایران با جامعه طرف هستیم که خب 35-6 ساله اینا با زور اسلحه و ترور و قتل عام و اعدام و اینا سر پا هستن و هنوزم همین وضعیته. منتها در فاصله این بیش از 3 دهه یه چیزی که عوض شد به مرور زمان همینه که مثلا اگه نسل من اون موقع خب خیلی‌ها رو کشتن و اینا، یه فضای وحشتی رو تونستن تو ایران به اصطلاح مسلط کنن، به مرور زمان ریش و پشم این به اصطلاح حاکمین در ایران ریخت و مردم دیگه ترسی به اون صورت ندارن. چیزی که هست کماکان داره سرکوب میکنه، نمیدونم گوش میدن یا وزارت اطلاعاتشون رو نشون میدن که خیلی قویان و از همه جا خبر دارن و نمیدونم فلان، و واقعا هم خیلی وقتا مثلا کوچکترین مسئله باعث میشه تذکر میدن یا نمیدونم تهدید میکنن یا غیره و غیره، یعنی سعی میکنن از این وسیله سرکوب استفاده کنن. ولی با نسلی طرف هستن، با جوانایی طرف هستن که اولا حکومت رو قبول ندارن و یه جور دیگه دارن زندگی میکنن، یعنی به نوعی میشه گفت که یه مهر باطل 100% مردم در ایران و به خصوص جوانا روی جمهوری اسلامی زدن. یعنی اگه حکومت اسلامی میگه چادر، خب زنا در ایران الان دیگه روسری رنگی نمیدونن که فقط یه ذره میذاشتن رو سرشون، اونو هم دارن پرت میکنن. اگه جمهوری اسلامی میگه زن برده جنسی هست و پدر میتونه تصمیم بگیره کی شوهر بده زن رو، نمیدونم، یا به هر حال باید تمکین کنه، نفقه بگیر و تمکین کن، سیاست جمهوری اسلامی راجع به زنا بود، الان زنا ازدواج سفید میکنن، ازدواج نمیکنن، خیلی مستقل، خیلی از خود دفاع میکنن و غیره و غیره. اینم جواب اون. اگه جمهوری اسلامی میگه که حتما رابطه جنسی بعد از ازدواج باید اتفاق بیفته، به خصوص برای زنا، و پرده بکارت خیلی مهمه و تقدیسش میکنه، الان خودشون آمار میدن که از 14 سال به بالا، تازه بعضی وقتا پایین تر، اولین روابط جنسی برای کودکان، برای بعضا کودک هستن واقعا، شروع میشه در ایران. ولی من در این حال میخوام بگم که مثلا از 18 سال یا به بالا هم در این حال خیلی از دخترای جوان دوست پسر دارن یا از 16 سالگی و مثل اروپا دارن زندگی میکنن و اصلا تمکین نمیکنن به اون چیزایی که حکومت داره میگه. تا اونجایی که به وضعیت مردم علل عموم برمیگرده، خب وضعیت اقتصادی خیلی بده و واقعا من نمیتونم تصور کنم مردم چجوری دارن زندگی میکنن با این گرونی، بیکاری، به خصوص فشاری که مثلا روی زنها هست، کار پیدا نمیشه، خانواده هایی که تک درآمدی هستن و با این وضعیت دارن زندگی میکنن. همه میتونن بفهمن که بخش زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. همه این فشارها به نظر من و اینکه فضای ترس و وحشت ریخته و اینکه مردم دیدن که این حربه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده میکرد، خدا اینو گفته اگه بگی ضد خدا هستی و از مذهب، از اسلام، از پیغمبر، از خدا همیشه به اصطلاح سوبسید گرفته برای سرکوب مردم، برای چاپیدن مردم، الان اینم رنگش رو داره در بین مردم از دست میده.
به یک معنا ما به قول شما با یک جامعه بسیار متلاطم در ایران روبرو هستیم. اعتصابات کارگری مداوم، اعتراضات معلما، اعتراضات زنان، جنبش‌های عظیم اجتماعی رو در ایران شاهد هستیم که به نظر من داره میره به طرف اینکه گسترده تر بشه. یه چیزی مهمه، اون حالت کلاسیک که همه فکر میکردن یا چپا قبلا یا خیلی ها میگفتن که مثلا یه موتوری، الان شما هم گفتین یه موتور محرکه باید بیاد که این رو از نقطه آ برسونه به نقطه ب، الان یه جورایی اوضاع عوض شده و تا اونجایی که به اتفاقات اخیر در کشورهای مختلف برمیگرده، مثلا یه دفعه این موتوره میبینید یه صفحه فیسبوکیه، یه چند نفر جوونن که فراخوان میدن و این فراخوان ها اجرا میشه. در همین اروپاش هم الان اینطوری شده، یعنی یه ذره سیاست هم عوض شده، یه ذره نحوه مبارزه کردن مردم عوض شده، نحوه جمع کردن و به خیابون آوردن عوض شده. تو ایران از طریق همین شبکه های اجتماعی یا نمیدونم وایبر، مثلا خانواده ها گروه وایبری دارن، پزشکان مثلا فلان شهر گروه وایبری با هم دیگه دارن، مردم به هم متصل شدن، مردم به هم وصل شدن از طریق این امکانات اجتماعی که وجود داره. و به نظر من باید به طرف این بره، این اتفاقات که این تجمع، این ارتباطات اجتماعی، این به هم وصل شدن ها که توش جوک علیه آخوند رد و بدل میشه، اخبار رد و بدل میشه، مردم با هم دیگه حرف میزنن، یواش یواش به اینجا منجر بشه که فراخوان هایی به نظر من داده بشه، از همین فونکسیون استفاده بشه، چیزی که تو دنیا دارن ازش استفاده میکنن، تظاهرات، اعتراضات، بعد این اعتراضات به هم پیوسته. یعنی به نظر من باید مردم یواش یواش این رو امتحان کنن، این رو تمرین کنن که دست جمعی تر بیان تو خیابون، زن و مرد با هم دیگه اعتراض کنن. موتور محرکه به نظر من الان همین وجود شبکه های اجتماعی گسترده، ارتباطات اجتماعی بین مردم و افرادی هست. از طریق همین شبکه تلویزیون شما هم دارم خطاب به جوونا حرف میزنم، کسانی که گوش میدن میتونن، یعنی بچه ها جوونا تو ایران میتونن تو این جهت پیش برن که باید یواش یواش تمرین کرد این رو، فراخوان داد، تظاهرات سازمان داد، اعتراضات گسترده نه فقط در تهران، در همه شهرها را باید زمینه سازی کرد. مثلا 8 مارس داره نزدیک میشه، شاید روز جهانی زن یه فرصتی باشه که یه سری کارهای اینجوری انجام بگیره. به نظر من مردم جمهوری اسلامی را نمیخوان، مردم میدونن که چی میخوان. این بحثم هی مطرح میشه، نمیدونن چی میخوان. چرا نمیدونن؟ آزادی میخوان، رفاه میخوان، کسی دخالت نکنه تو زندگیشون، امنیت میخوان، شادی میخوان، رقص میخوان، نمیدونم امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اینا چیزایی که روشنه به نظر من، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخوان، آلترناتیوش رو میخوان و این به نظر من امکان پذیر هست. امیدوارم با توجه به همین اتفاقی که در یونان هم افتاده، مردم ایران هم به اصطلاح قوی تر و جدی تر بیان توی صحنه و اعتراض کنن. طبعا ایران هم مثل همه کشورهای دیگه بالاخره سرکوب کردن، ولی جریانات مختلف داره، چپ و راست داره اون جامعه، هم توی جامعه هم توی احزاب سیاسی. چپ توی جامعه ایران خیلی گسترده و وسیع، سرکوبش کردن، ولی هنوز تعداد زیادی از همنسلی‌های من که تو ایران زندگی دارن میکنن، تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی، نمیدونم افراد یا به هر حال جریانات وجود دارن که خواهان تغییر و تحولات بنیادی در ایران، از رفاه و مدرنیته دفاع میکنن. اینا چپن و در این حال حزب چپ وجود داره. مثلا ما حزب کمونیست کارگر ایران یه حزب چپ هست و ما فعالیت میکنیم هم در ایران هم در خارج از ایران و به هر حال اینا به نظر من یه زمینه هایی رو فراهم میکنه در ایران که میشه امیدوار بود و میشه به طرف این رفت که یک لرزه سیاسی بزرگ در ایران اتفاق بیفته، حکومت اسلامی سرنگون بشه. به نظر من منطقه خاورمیانه واقعا روی آرامش خواهد دید، چون یکی از مهمترین عناصر ناامنی در اون منطقه وجود جمهوری اسلامیه و با سرنگونی حکومت اسلامی واقعا مردم میتونن زندگی خوبی داشته باشن، هم در ایران هم در کشورهای دیگه میتونن یه ذره به آرامش برسن. دارم که ما شاهد این ماجرا باشیم. به هر حال ممنونم خانم عهدی از حضور در برنامه و سپاسگزارم از همه مهر و محبتت به ایران و ایرانی و در حقیقت به انسان، برای اینکه من میدونم که شما فعالیت که میکنی فارغ از این، یعنی در حقیقت انسان برای شما ملاک است، قوم و قبیلهش زیاد همچین مسئله شما نیست. درست. برای این ازت ممنون و سپاسگزارم، تشکر میکنم از این فرصت که ما داری و امیدوارم بتونیم در آینده بسیار نزدیک باز هم
با شما گفتگوی داشته باشیم. ممنونم از حضورت. خیلی ممنون. من تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشته. خیلی ممنون از شما. ممنونم، تا فرصتی دیگر، سپاسگزارم. بها گفتگوی با خانم مینای عهدی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. درنگ کوتاهی میکنیم و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. اگر این برنامه مورد توجه و علاقه شما هست، سوالات کنید. لینک های برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس، اگر اکانتی در بالاترین داری و یا ایمیل لیست بلند بالا داری، لینک ها رو برای سایرین هم بفرستید. از کاوه نازنینم باید اینجا صمیمانه تشکر میکنم که بعضا لینک های برنامه رو در سایت پرمخاطبش قرار میدهد. از شما دعوت میکنم که اخبار رو از طریق در حقیقت mardomreport.net دنبال کنید. اگه برات مشکله، به همون سایت میهن تیوی که وارد بشید، اونجا که نوشته آخرین اخبار، اونو کلیک کنی، از اونجا راهنما میشوی به mardomreport.net. مجموعی از آخرین خبرها و ویدیوها هست. دعوت میکنم که اونجا بروید. به فیسبوک ما بپیوندید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv1. خوشحال میشم که شما همراه ما در فیسبوک باشید. ممنون و متشکرم از همه مهر و محبت شما. سپاسگزارم.